مسلمانان کشور کنیا با تاکید بر اهمیت اعیاد فطر و قربان در نظر مسلمانان از دولت این کشور خواستند تا با تصویب قانونی این روزها را به صورت دائمی تعطیل کنند به گزارش نایروبی نیوز پروفسور عبدالقادر البوسادی رئیس شورای عالی مسلمانان کنیا طی سخنانی گفت عید قربان روز بسیار عزیز و ویژه‌ای از جانب خداوند است و از دولت به خاطر اعلام تعطیلی عمومی در این روز سپاس گذاریم. به افزود، اما این تعطیلات نباید به صورت موقتی باشد بلکه باید به صورت دائمی انجام شود و در زمره قوانین کشوری قرار گیرد. شیخ مختار احمد حسین یکی از علمای کنیانیز، در خطبه نماز عید قربان در شهر مومباسا با اشاره به صلح طلبی اسلام و مسلمانان گفت ما نباید خواهران و برادران مسیحی و همسایگان غیر مسلمانمان را در چنین روزی فراموش کنیم و باید پا جای پای پیامبر عزیزمان بگذاریم چند تن از نمایندگان پارلمان کنیا نیز اعلام کردند که تصمیم دارند لایحه‌ای را در پارلمان این کشور به تصویب برسانند تا عید قربان و, و دیگر اعیاد مسلمانان به صورت تعطیلات رسمی در قانون کنیا به ثبت برسد لازم به ذکر است نماز عید قربان همزمان در شهرهای مختلف کنیا از جمله لامو، تاناریور، تایتا، تاویتا، کیلیفی و کوال برگزار شد.